به شما هم میهنان فارسی زبانان و بینندگان عزیز این رسانه تصویری اولین برنامه را در سال 2019 به حضور شما عزیزان تقدیم می‌کنیم در آغاز بایستی در رابطه با بارندگی های اخیری که در کشور عزیزمان ایران رخ داده و نتایجی که از این بارندگی ها نصیب مردم شده صحبت کنیم اولین مسئله و اولین سوال این است که آیا باران چرا باید انقدر موجب ضرر و زیان شه بشه به قول شاعر میگه باران که در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله روید و در شورزار خست این یه اصل کلیه هر چیز مفید میتونه همون اندازه و شاید هم بیشتر مذر باشه پس این سروده ای که میگه جهان چون چشم و خال و خط و ابروس که هر چیزی به جای خیش نیکوست گفتار بسیار ارزنده هستش یعنی هر چیزی بایستی در جای خودش مورد استفاده قرار بگیره متاسفانه در کشور ما افرادی در جای غیر معمول و به طور ناحق در جایگاههایی نشستند که نباید بنشینند و همین موجب مشکلات اساسی برای مردم شده صحبت هایی که در برنامه های گذشته داشتم بارها از شما نازنینان خواستم و خواهش کردم به اینترنت سری بزنید و سایتی به نام هارپ H A A R P رو نگاه کنید و تاسیساتی که در آلاباما هستش ببینید چه قدرتی دارد و در طبیعت چگونه دخالت می کند سونامی می سازد گردباد می سازد باران می سازد و حتی زلزله شما اگر تشریف ببرید و آنجا را نگاه کنید و بعد بدانید که در رأس این تأسیسات حتما افرادی انگلیسی که در ظاهر آمریکایی هستند اداره آنجا را بر عهده دارند متوجه تغییرات جوی در ایران خواهید شد و مسلما متوجه میشید که چگونه میخواهند جمعیت ایران کم شود من در طی چهارده سال برنامه هایی که در رادیو ایران هیوستون تگزاس داشتم همیشه این مسئله را با توجه به تجارب سیاسی که در زندگی کسب کرده بودم و با مطالعه ای که در رابطه با عملکرد دولت بریتانیا داشتم بارها متذکر شدم که ایرانی ها اگر به خود نیایند بایستی منتظر یک کشتار بزرگ از مردم ایران باشند و این داستان و این قضیه بارها ذکر شده از زمانی که مالتوس آمد و گفت اون جامعه شناس آمد و گفت سال 2000 جمعیت جهان طوری رشد پیدا می کند که منابع مواد غذایی کفاف سیر شدن آنها را نخواهد داد و در سال 2000 نیمی از جمعیت جهان بر اثر گرسنگی خواهند مرد سردمداران دولت بریتانیا به این فکر افتادند که جمعیت جهان را به هر نحوی شده کاهش دهند و از طرفی منابع دستیابی به مواد غذایی روز به روز با توجه به پیشرفت تکنیک افزایش یافت و حتی روی منابع دریایی که می توانند از آنجا غذا تهیه کنند و یا حتی نفت که می تواند در تولید غذا سهمی داشته باشد مالتوس اطلاعی نداشت که تئوری خودش رو با توجه به این مسائل بیان کنه بارها گفتم وقتی یک تئوری به عنوان تز مطرح میشه بعد این مورد بررسی قرار میگیره و آنتی تز و در نهایت یعنی آنچه نظریه مخالف اون هست ذکر میشه در آنتی تز و در نهایت به یک تز میرسیم که اون میشه یک اصل که می توان بهش اعتقاد پیدا کرد این از در رابطه با مسائل فیزیک و شیمی و به طور کلی علومی که اساسی و پایه هستند قابل قبوله ولی در علم جامعه شناسی شما به هیچ عنوان نمیتوانید که بگید آنچه که گفته میشه صد درصد عملی میشه شما برای به جوش آمدن آب در کنار دریا میگید باید فشار 13.6 و۶ دهم میلیمتر جیوه باشه و در صد درجه آب به جوش میاد ولی در رابطه با این که بگید اگر ما نرخ بهره رو افزایش بدیم بلافاصله تمام مردم پولهاشون رو به بانک میبرند به هیچ عنوان یک چنین نظریه قاطعی نمیتونید بدید کافی یک نفر فقط بگه که دولت برای این نرخ بهره رو افزایش داده چون در حال ورشکستگیه و اگر پولها رو به بانک ها بسواریم پول ما رو خواهند خورد هیچ کس حاضر نیست پولش رو به بانک ببره پس ببینید تئوری‌های های اجتماعی و یا قوانین اجتماعی کلی نمیتونه همیشه آنطور که یک تئوریسین اون رو بیان میکنه عملی بشه نظریه آقای مالتوس هم درست بود ولیکن ایشون نه پیشرفت تکنیک رو در نظر گرفته بود نه دستیابی به سایر منابع مواد غذایی رو در نظر گرفته بود نه به این فکر کرده بود که دولتی جنایتکار مانند انگلستان با براه انداختن جنگ با ساختن مؤسسه ای به نام تاویستاک و ایجاد انواع بیماری ها مانند ایدز مانند آنفولانزای مرغی و قس الهازا سعی می کند جمعیت جهان رو کاهش بده حالا بلایای طبیعی که شده بلایای انسانی و دست پخت بشری جنایتکار است جمعیت جهان را کاهش میده در ارتباط با کشور ایران به خاطر منابعی که در سرزمین ما هست دولت بریتانیا اون کشور رو بدون سکنه میخواد یعنی با سکنه اونجا کاری نداره فقط منابع و معادن اونجا براش مطرح هست که بتونه از کشور ما این ثروت عظیم و مورد استفاده قرار بده پس بنابراین باز به همت شما مردم و اتحاد شما به طور قط برای جلوگیری از چنین حوادثی نیاز هست اگر با هم متحد شدید باز به همان مثال قدیمی باز می گذیم. پدری که یکی یک ترکب دست فرزندانش داد گفت بشکنید اونها به راحتی شکستند و بعد یکی یک ترکه رو که به دست اونها داده بود معادل اونها رو کنار هم گذاشت و به دست هر کدام داد نتوانستند بشکنند و گفت اگر شما کنار هم قرار بگیرید کسی شما رو نمیتواند بشکند خوزستان زیر آب میره خیلی راحت میپذیریم در فضای مجازی منکس میکنیم آقایان به اصطلاح سردمداران کشور ایران تا زانویشان را در آب می کنند می آیند نوه خانی می کنند و سینه زنی می کنند که خداوند رحم کند و این بلایای طبیعی دور شود و یکی دیگر از این عناصر فاسد مانند علم الهدا می گوید که اگر به جای شیراز به مشهد آمده بودید چنین بلایی سر شما نمی آمد و همه آنها را به فساد مرتبط می سازند خوش سالی می شود حجابشان را رعایت نکردند که به طور مضحکه آگاهان جسور در فضای مجازی می نویسند خانم ها روسری های خود را مثل اینکه خیلی محکم بستند باید قدری شل کنند تا بارندگی کم بشود دوباره به سوی خشکسالی برویم واقعا با فرهنگ و فهم مردم میخواهند بازی کنند و ما متاسفانه هیچ وقت احساس مسئولیت در خودمون نکردیم من اگر آگاهی دارم دانشی دارم بایستی این رو با دیگران در میان بگذارم ده ها صدها انسان در حد خودم به وجود آورم نه اینکه خصت به خرج بدهم برای اینکه تک گل جامعه باشم تمام دانش های خودم را از دیگران پنهان کنم این امر با حماقت هیچ فرقی ندارد افرادی که چنینند اینها میهمپرست نیستند اینها از انسانیت و انسان دوستی بویی نبردند من در رابطه با زانو درد خودم یک بار در همین رسانه برای شما عزیزان گفتم که یک دوستی به من گفتش که اگر یک تهلیوان آب هر روز صبح یک قاشق صوبحخوری زدشوه در داخلش به هم بزنی و قبل از نیم ساعت قبل از صبحانه میل کنی بعد از سه ماه اگر این کار رو هر روز ادامه بدی زانو دردت کاملا خوب میشه منی که از پله ها نمیتونستم بالا برم دو تا پله میخواستم برم با درد شدید زانو مواجه بودم این کار رو انجام دادم و خوب شده و حتی به من گفت اگر یه روزی صبح یادت رفت قبل از نهار یه نیم ساعت قبل از نهار این کار رو بکن و من همین کار رو میکردم و امروز به راحتی هم راه میرم هم پله ها بالا میرم و پای میام و هیچ ناراحتی احساس میکنم. خب من وقتی این دوست عزیز به من گفتش اگر این رو پنهان کرده بودم الان شاید صدها نفر که من این مسئله رو براشون گفتم و از این درد رهایی پیدا کردن همچنان درد میکشیدن پس این انسانیت که اون دوست عزیز من به خرج داد به من گفت من همین انسانیت رو به دیگران منتقل کرده چه خوبه ما وقتی چیزی میشنویم دانشی پیدا میکنیم با دیگران در میان بگذاریم در اینجا روی سخنم با کسانی است که رگ و ریشه انگلیسی دارند ما تمام چوب رو از دست همین خائنین خوردیم ولی همین خائنین خودشون فدای مطامع دولت بریتانیا شدن نمونه بارز این خائنین امیر عباس هویدا بود این مرد که با نامردی تمام کار جاسوسی دوران پهلوی رو بر عهده داشت و نیاکان او بزرگترین خیانت رو در ارتباط با جدایی 17 شهر قفقاز انجام داده بودند که در چندین برنامه من این مسائل رو بازگو کردم فکر میکرد که دولت بریتانیا حامی او هست در حالی که نمیدانست وقتی مأموریت او به پایان رسید آقای هادی غفاری از پشت با گلوله مغز او را هدف میگیره و او را به دیار نیستی میفرسته کسانی که دارند خوش خدمتی میکنند چه رگ و انگلیسی داشته باشند مانند هویدا چه ایرانی هایی باشند که تطمی شدند و به خاطر پول خودشان را فروختند باید بدانند سیاست دولت بریتانیا در جایی که اقتضا بکند آنها را مانند یک انگل به زبالدان خواهد انداخت و به هیچ عنوان برای زندگی اونها ارزشی قائل نیست سید مصیبت بزرگی برای مردم ایران هست ولی من همیشه در برنامه هام گفتم ما باید همیشه بخندیم ما بایستی شاد باشیم ما بایستی از غم گریزان باشیم چون بزرگترین هدف دولت بریتانیا که همکنون با هزینه گذافی دارد تمام ترانه هایی رو که ساخته میشه حالت قمنگیز بهش میده این حالتی است که خاص دولت بریتانیا است این در واقع همان سینه زنی است همان نوحه خانیست است همان عزاداری است و این مرده خوران که امروز حکومت کشور رو در دست گرفتهاند از خدا میخواهند که این ملت هرچه بیشتر ازادار باشد و از شادی شما اینها ناراحت میشوند در ایام نوروز که بهترین ایام هست در این فصل بهار آمدند مصیبت برای شما رقم زدند که شادی را از شما بگیرند شما خودتان به خودتان خیانت نکنید اگر با گریوزاری تغییری در آنچه رخ داده پیدا میشه بیایید بالا سر یک مرده منم خواهم آمد بشینیم از اول صبح تا مدت یک سال اشک بریزیم ببینیم این مرده زنده میشه پس آنچه از دست رفت رفته است آنچه که داریم را نباید از دست بدهیم و خودمان با دست خودمان از نظر جسمی و سلامتی به خودمان ضربه نزنیم غم جز نابودی سلول های بدن چیز دیگری را به همراه نداره عزیزان من من میخندم به من میگن که آقا این همه مصیبت در ایران تو چرا میخندی من میخندم تا چشم اون کسایی که میخوان من همیشه غمگین باشم کور باشه نه اینکه من بی احساسم من ناراحت نشدم از اینکه هموطنهای من این گونه دوچار مصیبت شدن ولی همین مصیبت رو با شادی پذیرا هستم واقعیتش رو و باید فکری بکنم که کمکی باشه برای هموطنه اگر نه با غم خوردن چه چیز خاصی نصیب شما شده دوست داریم بشینیم گریه کنیم دوست داریم یه خلوتی داشته باشیم بعضی ها دوست دارن مشروب بخورن بزنن زیر گریه زار زار گریه کنن اون کاری رو که در حالت عادی نمیتونن بکنن در حالت مستی انجام بدن خب به چه نتیجه میرسن شاید خالی بشن ولی بعد از خالی شدن بایستی شاد باشن بایستی با شادی به زندگی مثبت نگاه بکنن و بگن به خودشون القا کنن ما میتوانیم یک مشت آخوند پاپتی دوزاری روزخان را از این مملکت بیرون کنیم بارها من به ارتش ملی میهنی اشاره کردم گروه های پنج نفری که می توانند خیلی کارها در کشور ما انجام دهند ولی تا حدودی هم عملی شده چون این مسئله رو در حدود شاید به جرأت بتوانم بگویم در حدود ده یا یازده سال پیش اولین بار در همون رادیو ایران هیوستون تگزاس که آقای توکلی ناصر توکلی مسئولیت آن رو به عهده داشت بنده ذکر کردم و دو هفته بعد از این مسئله آتش زدن لوله های نفتی که از خوزستان به طرف خلیج میرفت برای صادرات بیدر و پیکر نفت دچار حریق شده بود این کار ارتش ملی میهنی بود برای به زانو در آوردن دولت خونخوار و ستمکار ایران متاسفانه با یک گل بهار نمیشه بایستی این هسته های ارتش ملی میهنی تعدادشون روز به روز زیادتر بشه گروه های پنج نفری که یک نفر فرمانده است و چهار نفر دیگه تابع اون هیچ کدام گروه دیگر رو نمیشناسه و برنامه های اجتماعی خودشو از کمک گرفته به هم نوعان به همسایگان تا خسارت زدن به دولت و ایجاد اشکال در کارهای دولتی به وسیله همین گروه ها باید انجام بشه این مسئله که من ایده آن رو در یازده سال پیش بیان کردم یک بار آزمایش خودش رو داده چرا برای اینکه شما در جنگ های گذشته وقتی یک نفر به عنوان فرمانده سپاه بودش زخمی میشد یا کشته میشد کاملا روحیه اون طرف جنگنده یا اون سپاه کاملا در هم شکسته میشد و اون طرف محکوم به شکست بود در ارتش ملی میهنین که از گروه های پنج نفری تشکیل شده هیچ وقت شکست به سراغ شما نخواهد آمد چون یک گروه شناسایی بشه دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا اگر در همون ارتباط کودتای نوژه ارتش ملی میهنی در کار بود یک گروه به یه نفر خائن توش پیدا شد همه رو لو داد ولی اگر اینها پنج گروه شیش گروه بودن یک گروه هم که اسرارش فاش میشد چهار گروه دیگه کار خودشون رو انجام میدادن سه گروهشون هم اسرارشون افشا می شد دو گروه دیگه کار خودشون رو انجام می دادن و چون اینها با هم در ارتباط نبودن زیر شکنجه هر کاری هم میکردن اینها اطلاعی نداشتن گروه دیگر کی هست و چه هست افراد دیگه کیا هستن پس فنوبر این این یک واقعیتی است که ارتش ملی میهنی بایستی به سرعت هستههایش افزایش پیدا کنه گروه های پنج نفری خرابکاری بکنید آقا بانگ و آتیش بزنید بانگ و آتیش بزنید یکی از دوستان و همکاران سیاسی ما که ادعای بسیاری داره در یک بار که بنده روی خط تلویزیون ایشون رفتم برگشت گفتش که آقا نه مردم میسوزن گفتم عزیز من گفتم ساعت شیش بعد از ظهر به بعد که کسی در بانک نیست گفت نه بیت المال از بین میره اون بیت المال میلیارد میلیارد رفت ولی یک ساختمان بانک اگر آتش هم می گرفت ایجاد شغل میشد برای کارگران بیکاری که منتظر کار بودند. و دوباره ساختمان سازی رونق گرفت اینها بیشعوری افرادی هست که دستند در کار رسانههایی هستند که لیاقت آن را ندارند. اگر داشته باشند به ملت خدمت می کنند نخیانت. مردم، بازیچه اینها قرار گرفتن میآیند و قصه برای اینها میگویند و سرگرمشان میسازند بیایید راهکار به آنها نشان بدهید بگویید چه بکنند دلسوزی برای بیت المال نمیخواهد بکنید بیت المال به غارت دارد میرود میلیارد میلیارد میبرند در نهایت بقاحت عکس آنها را ایسو و آنسو می اندازن. آخرین سرقتی که از مملکت ما شد خانم شیخ الاسلامی که میلیاردها یورو ورداشت و به آمریکا آمد دولت ایران بلا فاصله گفت بایستی آمریکا ایشان را تحویل بدهد یعنی چه؟ یعنی اینکه هم ایشان را تحویل بدهد هم پولهایی که برده است تحویل بدهد ولی آنان که قبلا به کانادا بردن که میرود در خزانه دولت بریتانیا آنها را نباید تحویل بدن هیچ کس هم در طول این سالها به هیچ عنوان گله ای نکرد صدایش بلند نشد که بایستی فلان کس آقای خاوری تحویل داده شود یا ایکس و ایگرگ و زد تحویل داده شوند چرا دولت آمریکا باید تحویل بدهد پولهایی را هم که برده است باید تحویل بدهد ولی آنان که به خزانه دولت بریتانیا میرود مسئولیت دارند آنها اشکالی ندارد باشد مال خودشان است اینجاست که ما بایستی مطالعه کنیم بایستی وقتی میاییم جلوی دوربین قرار میگیریم حرفی برای گفتن داشته باشیم قصه را در کودکی برای ما گفتند امروز قصه نمیتواند کارساز باشد قصه فقط جماعتی ابله را سرگرم میسازد آقا نشان دادن فیلم هایی که فلان کس را از طبقه هشتم به پایین پرتاب میکنند یا فلان کس را این گونه شکنجه میدهند دهند جز تخریب روحی سایر مردم چه نتیجه دیگری دارد جز اینکه آنهایی هم که شجاعتی دارند و میخواهند به میدان مبارزه پا بگذارند را ما میخکوب میکنیم میگیم بشین سر جات ببین چه بلایی سر این آوردند و بعد میگن که آقا ده نفر صد نفر هم رفتند این کار رو کردند آنها رو هم کشتند باز سر جایمان هستیم اینها به شما دروغ میگویند وقتی شما سنگی را به آب پرتاب می کنید امواج بسیاری ساطع می شود که شما نگاه می کنید وقتی یک نفر را میکشند، دهها ده ها و ست ها زخمی میشوند و آماده گرفتن انتقام از این ستمکاران هستند هیچ کلیسایی در طول تاریخی کلیساهای ایران جرأت و شهامت این را نداشت که بگوید سرنگون با دولت جمهوری اسلامی ولی این رسانه با اقتدار کشیش رسول هیدری این مسئله را برای اولین بار مطرح کرد حال کسانی دیگر در کلیساهای دیگر بعد از سالها که این شعار توسط این رسانه داده شده میآیند و میگویند زمان را مناسب تشخیص دادند میدانند که ممکن است حکومت تغییر کند پس ما هم از این نمد کلاهی بسازیم عزیزان خود باشید با بی اطلاعی بی دانشی بی نیایید و سخن نگویید خیلی عضو میخوام بهتر خفقان بگیرید ولی مردم را منحرف نسازید دوران ذکر مصیبت به پایان رسیده ما امروز با عبارت چه باید کرد که حدود به درستی حدود 18 سال پیش 17 سال پیش در تلویزیون پارس آقای شجره حضور داشتن آقای حقیقی حضور داشتن جناب دائمی حضور داشتن و بس آقای مسعود اورنج کانتی حضور داشتن و بسیاری دیگر آمدیم و نشستیم گفتیم چه باید کرد هر کسی نظریه ای داد در آن زمان آقای دانشمند جوانی بود که از کشور تایلند آمده بود همسرش ایشون هم تایلندی بود و مردی بسیار فهیم بود برنامه های بسیار زیبایی داشت و یکی دو بار که من برنامه های ایشون رو تماشا می کردم روی خط تلویزیون رفتم و با ایشون صحبت کردم از من دعوت کرد که در یک برنامه بیام نظر خودم رو راجع به رسانه ها و حکومت ایران بیان کنم که من در نهایت صداقت آنچه را میدانستم در اون برنامه مطرح کردم به هر روی آنچه امروز گفته شد خواهش میکنم فراموش نکنید مطالعه کنید و بیایید به مردم آموزش بدید و راهکار نشان بدهید وقت من متاسفانه در اینجا به پایان رسید و تا برنامه دیگر و سخنی دیگر همه شما بزرگواران نازنینان ایران دوستان و هممیهنان مهربانم را که نمونه بارز آنها ایرانی واقعی شیرازی های عزیز بودند که در این موزلی که پیش آمده بود خود را و شخصیت خودشان را نشان دادند و مهد شعر و ادب را به دنیا شناسوندند براشون ارزش بسیاری قائلم و امیدوارم که شما هم مانند همان عزیزان فکر کنید و به فکر هم نوعان خود باشید تا برنامه دیگر و سخنی دیگر همه شما بزرگواران را به خداوند یکتا می سپارم خدا نگهدار